همکارم اشکان صفایی از شمال اسرائیل همراه ما هستش. اشکان، آخرین های جنگ حماس و اسرائیل رو از تو بشنویم. بله، خب من الان در واقع دقایق پیش ما با شهر کریات شمونا رسیدیم در نزدیکی مرز با لبنان، جایی که دیروز یکی از راکت هایی که از جنوب لبنان پرتاب شد به یک منزل مسکونی برخورد کرد. شما این خونه رو میتونید پشت سر من ببینید که به بخش عمده ایش در واقع این خونه تخریب شده و ساعت ها هم بعد از برخورد راکت این خونه داشت در آتش میسوخت. اتفاقی که افتاده این بوده، این خونه در واقع چند خانواده در اون زندگی میکنن در آپارتمان های کوچک در این ساختمان و همه اونها از اینجا رفته بودن، تخلیه کرده بودن، اما یک دختر جوان همچنان دیروز در این خانه بوده. وقتی که راکت شلیک شده، اون زبانی که آژیر به صدا در میاد از در خانه بیرون میاد که خودشو به پناهگاهی که چند متری فاصله داره برسونه. البته از اونجایی که اینجا فقط 5-6 ثانیه از زمان به صدا در اومدن آژیر وقت هست تا در واقع برخورد راکت، او نمیتونه به پناهگاه برسه، اما همین صرف این که از خانه بیرون آمده بود باعث میشه که جانش نجات پیدا کنه. باید گفت که در خانه های اطراف هم همچنان بعضی از خانواده ها زندگی میکنن که اگر این راکت به یکی از اونها خورده بود احتمالاً امروز شرایط متفاوتی در اینجا بود. اما دیشب بعد از در واقع این حملاتی که انجام شد، اسرائیل حملاتی رو در جنوب لبنان در واکنش انجام داد. بعد از اون راکت هایی از سوریه به سمت اسرائیل شلیک شدن، اونها در فضای باز به زمین خوردن. اسرائیل هم در واکنش حملاتی رو در سوریه انجام داد. برخی از رسانه های مخالف وابسته مخالفان رژیم بشار اسد میگن که حملات در درعا بوده، در جنوب سوریه حملاتی که ارتش اسرائیل انجام داده به اهداف نزدیک به شبه نظامیان نزدیک به جمهوری اسلامی. اما از شمال که بگذریم به جنوب هم باید سری بزنیم، در اونجا هم در نوار غزه هم درگیری ها همچنان ادامه داره. اسرائیل همچنان هم به صورت آرام آرام ورود خودش رو در واقع عملیات زمینی خودش رو در نوار غزه هم افزایش میده و هم همچنان حملات هوایی به صورت گسترده در اونجا ادامه داره. و در کنار همه اینها در کرانه باختری هم درگیری هایی بوده. همونطوری که گفتی، ارتش اسرائیل گفته که معاون سابق خالد مشعل رو بازداشت کرده. همچنین گفته شده که یک مقام دیگر حماس هم کشته شده در درگیری هایی که دیشب در شهر جنین بوده. و در کنار همه اینها در واقع حملات یا تلاش برای حمله به یهودیان و به اسرائیلی ها در کشورهای دیگر هم ادامه داره. دیشب ما شاهد این بودیم که یک جمعیت خشمگینی به فرودگاهی در داغستان روسیه حمله کردند. وقتی که شنیدن که یک هواپیمایی که مسافران یهودی و اسرائیلی احتمالاً در اون هست در اونجا به زمین نشسته، ساعتی کنترل فرودگاه رو در دست گرفتن و در حالی که شعار میدادن میگفت به دنبال یهودیان میگشتن که اونها رو بکشن، بعد از اون در خیابان‌ها و حتی روبروی یک هتل هم که فکر می‌کردن یک یهودی در اون هست رفتن و اونجا هم در واقع تلاش کردن وارد بشن. و نهایتاً در دانشگاه کرنل در ایالات متحده هم بعد از اینکه دانشجویان یهودی تهدید شدند که کشته خواهند شد، دانشگاه رستوران کوشر این در واقع دانشگاه رو که یهودیان از اون استفاده میکنن به نوعی تعطیل کرد و از یهودیان خواست که به این رستوران نرن. بله، ممنونم از همکارم اشکان صفایی که از شمال اسرائیل همراه ما بودی.